بلچه 0 رئال مادرید 3. کاراسان مادریدی ها برای تثبیت صدرنشینی. اعتراف ژاوی: جام نگیرم اخراج می شوم. جنجال تازه رونالدو: تیم برده و تو قهر می کنی. وی آر دشمن رئال مادرید، 3 گل سوخت. فهرست 50 نفره بهترین مربیان دنیا: پپ گاردیولا در رتبه اول. 2 جایزه دیگر برای بنزما بعد از دریافت توپ طلا. لیورپول 1 وست هم 0. شاگردان کلوب در مسیر بازگشت. لیورپول موفق شد با نتیجه 1-0 برابر وست هم به پیروزی برسد تا مسیر صعودش را ادامه داده باشد. لیورپول امشب در ورزشگاه انفیلد و در چارچوب رقابت هفته 12 لیگ برتر انگلیس با مسافه وست هم رفت و موفق شد با نتیجه 1-0 برابر این تیم به پیروزی برسد. این بازی اهمیت خاصی برای لیورپول داشت که در چند هفته ابتدایی رقابت لیگ برتر نتوانسته بود نتایج خوبی را کسب کند و بسیاری باور داشتند که تیم یورگن کلوپ وارد بحران شده است. برنتفورد 0 چلسی 0. زوری پاتر به توماس فرانک نرسید. چلسی در هفته 10 لیگ برتر در یک بازی خارج از خانه به مسافه برنتفورد رفت و با تساوی بدون گل متوقف شد. شاگردان گراهام پاتر بعد از 2 پیروزی پای در اروپا و لیگ برتر که در مقابل میلان و استون ویلا به دست آورده بودند با روحیه بالا به مسافه برنتفورد رفتند. دیدار در هفته 10 لیگ برتر که می توانست فاصله چلسی را با منچستر سیتی تیم دوم جدول با 1 امتیاز کاهش دهد. یونایتد 2 تاتنهام 0. لوریس از فاجعه جلوگیری کرد. منچستر یونایتد در شبه که کاملا برتر از حریف بود و موقعیت‌های گلزنی به مراتب بیشتر هم داشت موفق شد با نتیجه 2-0 تاتنهام را شکست بدهد. شاگردان اریک تن هاگ در دیدار امشب نمایش خوبی داشتند و اگر درخشش گلوریس نبود میتوانست در همان نیمه اول کار را تمام کنند، اما در نهایت با گل‌های فرد و برونو فرناندز در نیمه دوم توانستند به 3 امتیاز این بازی خانگی برسند. و اما در بوندسلیگا آلمان باید موفق شد با نتیجه 5-0 آگزبورگ را از پیش رو بردارد. فهرست 50 نفره بهترین مربیان دنیا: پپ گاردیولا در رتبه اول. سایت 442 فهرست 50 نفره بهترین مربیان دنیا را اعلام کرد. رتبه اولین فهرست در اختیار پپ گاردیولا سرمربی منچستر سیتی است. سایت 442 50 مربی برتر دنیا را معرفی کرد. فهرست شامل بزرگترین نام‌های مربیگری در سال‌های اخیر دنیای فوتبال از مربیان ایتالیایی مثل کارلو آنچلوتی و آنتونیو کونته و استفانو پیولی گرفته تا یورگن کلوپ، ژوزه مورینیو و البته صدرنشین این فهرست پپ گاردیولا. این نشریه انگلیسی پپ گاردیولا را بهترین مربی حال حاضر دنیا می‌داند. پپ سال گذشته تیمش را یک بار دیگر به قهرمانی در لیگ برتر رساند، اما او همچنان نتوانست با سیتیزنها جام قهرمانی چمپیونز لیگ را به دست بیاورد. رتبه دوم فهرست در اختیار کارلو آنچلوتی است. حضور پشت سر پپ مسلما هواداران رئال مادرید را ناراحت خواهد کرد، به خصوص با توجه به فصل درخشانی که کارلو آنچلوتی برای رئال مادرید پشت سر گذاشته و همزمان قهرمانی در لالیگا و چمپیونز لیگ را به دست آورد. رتبه سوم این فهرست در اختیار یورگن کلوپ است. بلچه 0 رئال مادرید 3. کاراسان مادریدی ها برای تثبیت صدرنشینی. رئال مادرید موفق شد 3 امتیاز دیگر کسب کند تا همچنان فارغ از نتایج دیگر صدرنشین بماند. کریم بنزما به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. از هفته 10 رقابت لالیگا امشب با ساعت 22 و 30 رئال مادرید مهمان الچه بود. شاگردان آنچلوتی با ارائه یک بازی منظم و منطقی تیم سختکوش الچه را شکست دادند. فدریکو والورده که ستاره این روزهای مادرید است در دقیقه 11 موفق شد گل اول تیم را به ثمر برساند و کریم بنزما که به تازگی توپ طلای خود را دریافت کرد توانست در دقیقه 75 برتری را دو برابر کند. مارکو سنسیو که در دقیقه 80 به جای تونی کروس وارد میدان شد موفق شد در دقیقه 89 گل سوم را ثبت کند. پیروزی رئال مادرید با 28 امتیاز از 10 بازی صدرنشین لالیگا است و بارسلونا با 22 امتیاز از 9 بازی در رده دوم حضور دارد. اعتراف ژاوی: جام نگیرم اخراج می شوم. ژاوی سرمربی بارسلونا اعتراف کرد اگر تیمش در این فصل جام نگیرد اخراج خواهد شد. تا
تساوی برابر اینتر در لیگ قهرمانان و شکست در ال کلاسیکو در برنابئو باعث شد انتقادات از جاوی به اوج برسد و برخی معتقدند این سرمربی جوان و اسپانیوی در بازی‌های بزرگ قادر به هدایت تیمش نیست. در اثر دیدار دشوار در لالیگا برابر ویارئال جاوی در کنفرانس مطبوعاتی حضور پیدا کرده و مدعی شد تیمی که در اختیار دارد می‌تواند در پایان فصل به موفقیت دست یابد. جاوی گفت از این فرصت استفاده کرده و با الکسیو پوتیاس و رابرت لاندوفسکی تبریک می‌گویم. این جوایز به معنی این است که بارسا بیشتر از همه زنده است و تماشای رسیدن جوایز فردی به بازیکنان بارسلونا هیجان انگیز است. برابر ویارئال باید خوب بازی کرده و 3 امتیاز را کسب کنیم. در دید وجود ندارد که رسیدن به این هدف آسان نخواهد بود، زیرا رقیب سخت در نوکم با ما روبرو می شود. ویارئال تیم فیزیکی و فوق‌العاده است. باید با رئیس باشگاه بارسلونا و هواداران صادق باشم. بارسا تیمی برای فتح آنوین ساخته شده است. پس اگر من به این موفقیت نرسم، مربی دیگری خواهد آمد و برای رسیدن به این هدف تلاش می کند. زندگی یک سرمربی اینطور بوده و این مسئله عادی است. در بارسا هیچ سال به عنوان دوره گذار و انتقال وجود ندارد و ما همیشه موظف به رقابت کردن هستیم. دو جایزه دیگر برای بنزما بعد از دریافت توپ طلا. کریم بنزما مهاجم فرانسوی رئال مادرید پس از کسب توپ طلا دو جایزه دیگر نیز دریافت میکند. کریم بنزما دو شب پیش و در پاریس توپ طلای سال 2022 را از آن خود کرده و به عنوان بهترین بازیکن جهان انتخاب شد. حالا نشریه آیس در گزارش مده شد بر اساس قرارداد این موفقیت باعث میشود که بنزما 1 میلیون یورو جایزه نقدی را به صورت فوری دریافت کند. البته این رقم چندان برای ستاره فرانسوی هنگفت نیست و بند بعدی موجود در قرارداد قطعاً بیشتر باعث خوشحالی او میشود. رئال مادرید همچنین به طور خودکار یک قرارداد 12 ماهه جدید به بنزما پیشنهاد میدهد و بدین ترتیب او تا سال 2024 در مادرید ماندنی خواهد شد. قرارداد فعلی بنزما در ماه جون سال بعد تمام میشود، اما هر دو طرف تمایل زیادی به ادامه همکاری دارند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد این ستاره 34 ساله تا پایان فصل بعد برای رئال مادرید بازی خواهد کرد. برخی اخبار حاکی از آن است که کریم بنزما تا سال 2024 برای رئال مادرید بازی خواهد کرد و در تابستان آن سال این باشگاه برای جذب یک مهاجم بزرگ دیگر مانند ارلینگ هالند اقدام میکند. جنجال تازه رونالدو تیم برده و تو قهر میکنه. کریستیانو رونالدو از اینکه در دیدار مقابل تاتنهام به میدان نرفت به اندازه ناراحت شد که پیش از پایان بازی راهی رختکن شد. ستاره با تجربه پرتغالی که در تابستان تلاش زیادی کرد تا از منچستر جدا شود در این فصل جای در ترکیب اصلی تیم اریک تنهاگ ندارد، اما به نظر میرسد هنوز این شرایط برای او عادی نشده و از هر فرصتی برای نشان دادن نارضایتیاش استفاده میکند. امشب رونالدو بار دیگر بازی تیمش را از روی نیمکت دنبال کرد و همتیمیهایش به اندازه خوب کار کردند که نوبت به اون نرسید. همه این باعث شد تا او پیش از اینکه سوت پایینی بازی زده شود راهی رختکن بشود، اقدامی که با واکنشهایی در شبکه‌های اجتماعی همراه شد و هوادار یونایتد از اینکه او به جای خوشحالی از پیروزی تیمش به فکر بازی نکردن خودش است انتقاد کردند. یک کاربر این گونه نوشت: او 37 سال است اما هنوز فکر میکند همه فوتبال باید حول او بچرخد. اما تنها که از پیروزی تیمش بسیار خوشحال بود ترجیح داد پرداختن به این موضوع را به زمان دیگر موکول کند. او گفت: من او را دیدم و فردا به این مسئله رسیدگی میکنم، نه امروز. ما در حال جشن گرفتن این پیروزی هستیم و باید برای بازی روز شنبه آماده شویم. VAR دشمن رئال مادرید، سه گل سوخت. رئال مادرید شروع طوفانی در دیدار برابر الچه داشت، اما سه گل این تیم از سوی کمک داور ویدیویی رد شد. رئال مادرید امشب در چارچوب رقابت‌های هفته دهم لالیگا به مصاف الچه رفته بود و این دیدار در نهایت با نتیجه 3-0 به سود شاگردان آنچلوتی خاتمه یافت. این تیم بازی را با قدرت شروع کرد و خیلی زود موفق شد در دقیقه ششم توسط بنزما به گل برسد. با این حال پس از به ثمر رسیدن این گل بود که کمک داور ویدیویی اعلام کرد این بازیکن زمانی به توپ رسیده که در موقعیت آفساید قرار داشته و آن را مردود اعلام کرد. اما رئال کوتاه نیامد و تنها 5 دقیقه بعد بود که این بار با پاس گل بنزما و ضربه نهایی فدریکو والورده دروازه حریف را باز کرد تا اولین گل بازی به ثمر رسیده باشد. سومین موقعیت گل برای تیم کارلو آنچلوتی نیز در دقیقه 27 این بازی روی چند پاس زیبا به وجود آمد و دیوید آلابا توانست آن را وارد دروازه حریف کند تا اختلاف دو برابر شود، اما باز هم کمک داور ویدیویی وارد عمل شد و با بررسی دقیق این صحنه اعلام کرد که گل رئال به دلیل خطای آفساید مردود است تا با وجود به ثمر رسیدن سه گل این بازی با نتیجه 1-0 ادامه پیدا کند. این هم پایان کار نبود و بنزما بار دیگر در نیمه دوم در دقیقه 61 باز هم توانست دروازه حریف را باز کند،
اما در کمال ناباوری او، کادر فنی، بازیکنان و هواداران رئال مادرید باز هم این گل به دلیل خطای آفساید از سوی کمک‌داور ویدئویی مردود اعلام شد. تا رئال در بازی برابر الچه در ثبت گل‌های مردود هتریک کرده باشد.